انفجار مرگبار در غزنی، پایان بخشیدن رسمی فعالیت سازمان دکتران بدون مرز در شفاخانه صد بستر برچی. کمک 1000 تن تجهیزات طبی و 39 میلیون یورو اتحادیه اروپا و افغانستان. ناپدید شدن دو دیپلمات هندی در اسلام آباد. آمریکا از درون در حال پوسیدن است. برای اخراج غربی ها از افغانستان نهضت ملی نیاز است. نظام افغانستان بایستی حمایت جدی شود. مؤسسات خیریه دست از گداپروری بردارند. متن از سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. انفجار بم در غزنی. مقام ها در ولایت غزنی از کشته شدن 7 سرباز ارتش در مرکز این ولایت در نتیجه انفجار یک بم جاسازی شده خبر می دهند. شورای ولایتی غزنی اعلام کرده است که این انفجار یک شنبه 25 جوزا در منطقه شهبازخان از مربوطات شهر غزنی رخ داده و در آن علاوه بر کشته شدن 7 سرباز، 8 سرباز دیگر زخمی شده است. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفته است که بمب منفجر شده در این رویداد در یکی از پازگاه‌های نیروهای ارتش جابجا شده است. دفتر مطبوعاتی والی غزنی نیز وقوع این انفجار را تایید کرده اما جزئیات درباره آن ارائه نکرده است. تاکنون مسئولیت این رویداد را شخص یا گروه به عهده نگرفته است. غزنی از ولایت‌های ناامن کشور و گروه طالبان در بخش‌های از آن فعالیت دارند. در گذشته نیز انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای جان نظامیان و غیر نظامیان را در این ولایت گرفته است. سازمان دکتران بدون مرز فعالیتش در شفاخانه صد بستر برچی را پایان داد. سازمان دکتران بدون مرز اعلام کرده است که فعالیت این سازمان در شفاخانه صد بستر دشت برچی در غرب کابل به دلیل معلوم نشدن عاملان و انگیزه حمله اخیر بر این شفاخانه پایان یافته است. این سازمان روز دوشنبه 26 جوزا در اعلامیه گفته است که این تصمیم ضروری اما دردناک را پس از آن گرفته است که هیچ اطلاعی در مورد عاملان یا انگیزه حمله یک ماه پیش به دست نیاورده است. اعلامیه افزوده که مادران، نوزادان و کارمندان صحی هدف اصلی این حمله بوده و ممکن است در آینده نیز حملات مشابه تکرار شود. دکتران بدون مرز گفته است که مسئولیت این حمله را هیچ کسی به عهده نگرفته است و مقامات افغان طالبان عامل حمله اعلام کردند. در حالی که طالبان این اتهامات را رد کردند، این سازمان همچنین گفته است که نمایندگان دولت‌های خارجی گروه‌های افراطی مانند داعش را عامل این حمله خواندند. گفته این سازمان در حالی که آنها نمی‌دانند چه کسی مسئول این حمله بود، اما به اندازه کافی درک می‌توانند که این زایشگاه مستقیماً مورد حمله مخرب و بیهوده به هدف قتل و ترور بیماران، کارمندان صحی و فعالیت‌های بشردوستانه آنها بوده است. در اعلامیه آمده است: این حمله را نمیتوان به عنوان یک حادثه غم‌انگیز و منزوی پشت سر گذاشت. جمعیت هزاره که در آن منطقه زندگی میکنند مکررن مورد هدف چنین حملات قرار گرفتند. این چنین حملات بالای سازمان‌های مختلف امدادرسان صورت گرفته است. سازمان دکتران بدون مرز گفته است که تصمیم پایان فعالیت این سازمان در غرب کابل را با مقام‌های ملی صحی و دیگر شرکایش ابلاغ کرده است. در ادامه اعلامیه آمده است که این سازمان به دنبال راه‌های مختلف برای فراهم کردن کمک‌های مناسب برای خانواده‌های مریضانی است که در زایشگاه دشت برچی کشته شدند. این در حالی است که در 23 ثور امسال مهاجمان بر شفاخانه صد بستر دشت برچی در کابل حمله کردند و 24 تن نوزادان، مادران و کارمندان صحی را کشتند و 16 نفر دیگر را زخمی کردند.
هیچ گروه مسئولیت این حمله خونین را نپذیرفت و طالبان نیز آن را محکوم کردند. ناپدید شدن دو دیپلمات هندی در اسلام آباد. خبرگزاری صدای افغان آوا: اختلافات دیپلماتیک میان این دو کشور پس از اخراج دو مقام سفارت پاکستان از هند در دهلی نو به اتهام جاسوسی بالا گرفت. به گفته مقامات هندی پس از این ماجرا کارمندان سفارت این کشور در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و حتی چند هفته پیش موتر سفیر این کشور توسط یک عضو شبکه استخباراتی پاکستان تعقیب می شد. این در حالی است که تاکنون پاکستان در این مورد اظهار نظر نکرده است. بر اساس کنوانسیون روابط دیپلماتیک ویانا که در سال 1961 میان هند و پاکستان امضا شد، هر دو کشور متعهد به فراهم آوری مسئولیت به دیپلمات‌های یکدیگرند. اتحادیه اروپا 100 تن تجهیزات طبی و 39 میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که 100 تن مواد و تجهیزات طبی و 39 میلیون یورو را برای مبارزه با ویروس کرونا به دولت افغانستان کمک می کند. این اتحادیه امروز دوشنبه 26 جوزا در خبرنامه گفته است که محموله 100 تنی تجهیزات طبی قرار است تا ساعت دیگر در یک پرواز از هلند به کابل فرستاده شود. بر بنیاد این خبرنامه اتحادیه اروپا همچنین بسته کمکی تازه که شامل 39 میلیون یورو می شود را نیز به افغانستان اهدا خواهد کرد. آمریکا از درون در حال پوسیدن است. برای اخراج غربی ها از افغانستان نهضت ملی نیاز است. نظام افغانستان بایستنی حمایت جدی است. مؤسسات خیریه دست از گداپروری بردارند. متن پیشروی سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری است که در سیومین روز درگذشت مرحوم مغفور حاجی نجیب الله یوسفی قندهاری ایراد گردید. با توجه به طرح نکات بسیار مهم و بروز شما را نیز به مطالعه دقیق و انتشار گسترده آن دعوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در سیومین روز درگذشت مرحوم مغفور حاج نجیب الله یوسفی قرار داریم. این مصیبت را به خاندان این مرحوم به خصوص فرزندان ایشان آقایان مصطفی، مرتضی، مجتبی و حبیب یوسفی و همچنان برادر بزرگوار و مجاهدشان الحاج عزیز الله یوسفی و برادرزاده ایشان جناب آقای فدا یوسفی و همه بستگان و فامیل مربوطه تسلیت می گویم. انشاءالله که خداوند متعال غفران خود را شامل ایشان بگرداند و جنت بر این را ارزانی ایشان کند و عمر با برکت به برادر مجاهد و همکار جناب حاج عزیز الله یوسفی و فرزندان این عزیز عنایت کند. قطعا در رابطه با شخصیت جناب عالی یوسفی صحبت کردن شاید وقت زیادی را بگیرد و اگرچه برادر بزرگوارم مدای خوش الهان حضرت امام حسین و چهره برجسته مدای در میان هموطنان ما در مشهد جناب حمیدالله کریمی در لابلای صحبت‌های خود در رابطه با شخصیت یوسفی مطالب عنوان کرد، اما ذکر این نکته در رابطه با ایشان لازم است که علاوه بر این که ایشان عنصر الهی بود، علاوه بر این که شخصیت دینی و مذهبی و مکتبی داشت، شخصیت اجتماعی بود و در بسیاری از ابعاد زندگی برجستگی هایی داشت که او را فرد متمایز ساخته بود. مرحوم یوسفی در بخش تقویت جهاد و مجاهدین فعال بود. اهمیت کسب معارف دینی همراه با تعذیب. عنصر تقوا کمک می کند که در شرایط فتنه سرگردان نمانیم. کار جمعی ضروری انجام درست وظایف. لزوم موفقیت در امور کار سازمانی است. حکومت اسلامی نمونه اعلای یک حرکت سازمانی یافته است. شهید مولوی نیازی سرمایه بزرگ برای مردم افغانستان بود. لزوم پرهیز از قومگرایی و منطقه‌گرایی. مهمترین کار فرهنگی. دشمن تلاش میکند دوست ما را دشمن و دشمن را دوست معرفی کند. مردم باید دوست و دشمن واقعی خود را بشناسند. مؤسسات خیریه بایستی دست از گداپروری بردارند.
سخنان در مورد جوسازی های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران. نظام اسلامی در ایران تنها نظام و حکومت اسلامی در تمام دنیاست. تشکر از توجهتان، تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار.